در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها. آقای بایانی سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. در نخست اگر وضعیت زندانیا را از شما جزئیاتش داشته باشیم، شکایت ها وجود داره در این بخش که شما را از این زندانیان مبتلا شدن به ویروس کرونا و در یک وضعیت خیلی دشوار در حال حاضر به سر میبرن. تشکر. به نام خداوند و با تقدیم سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما، قبل از اینکه به سوال شما بپردازم فقط میخوایم یک حادثه که متاسفانه امروز به وقوع پیوست را برایتان شریک بسازم. متاسفانه اولی ساعت 10:20 امروز صبح دشمنان زبون و فرومای مردم شریف افغانستان مدیر مبعث ولایت لغمان ما را آماج عملی خود قرار دادند که خوشبختانه مدیر مبعث ما تانست که از حادثه جان به سلامت ببره، فقط صرف با 3 نفر از محافظین خود زخم سطحی برداشته. اما بدبختانه و متاسفانه باید بگویم که در این حادثه باز هم طبق مشابه حوادث گذشته افراد ملکی ما ضرر دیدند و در این حمله 3 نفر از افراد ملکی ما متاسفانه جام شهادت نوشیدند و ما به ابراز تسلیت میکنم خدمت خانواده از هموطنان ما و به امید شفایابی زخمی های حادثه. در مورد سوال شما مشخصا باید بگویم که یک خبری که لحظاتی که من می آمدم که آمادش هم در گفتگو بر شما تازه‌تری خبر از همکارای ما بر ما رسید که از 46 سمپل که نتایج ابتدایی از او توسط تست سری گرفته شده بود مثبت بود که رفته بود و پی سی آر یا تثبیت 100% از این که ما مطمئن شویم که زندانیا و پرسنل زندان آیا مصاب به ویروس کرونا هستن یا نه، خوشبختانه بگویم که 36 موردش منفی بر ما گزارش داده شده از طرف وزارت محترم صحت عامه. تنها 10 مورد مثبت داشتیم که او 10 نفر فعلا در حالت قرنطین در داخل محابس به سر میبرن. بله. و وضعیت کلی زندانیا در مجموع قناعت بخش است. انشالله تا اکنون که من رایتان صحبت میکنم کدام مشکل جدی از نوعی اختشاش، اعتصاب و یا هم از تعدید ویروس کرونا متوجه پرسنل و متوجه زندانیا وجود نداره. بله، اما آقای بایانی تصاویری که پخش شده از داخل زندان ها نشان میده که تعداد از اینا نفس گرفته نمیتونن، وضعیتشان بد است، دگ اتاق تعداد زیاد از اینا حضور داره، پس با این حالت چگونه وضعیت خوب است؟ اگر وضعیت خوب می بود که خب تعداد زیاد از شکایت ها بیرون کشیده نمیشد و تصاویری که دیده میشه خیلی وحشتناک است. تشکر. تصاویر ما هم دیدیم، بر ما هم رسیده و قسمی که از طریق رسانه شما هم به نشر رسید، اما اگر یک دید به اصطلاح عمیق‌تر و تصاویر داشته باشیم کم دقیق شویم میبینیم که یک قسمت زیاد از تصاویر به شکل سناریو ترتیب شده و امو کسایی هم که فیلم هم میگیرن همگیش از قبل برنامه ریزی شده است. و دومی که این مشکلات زیاد سر صدا به امرا داشته ناشی از این میشه که یک تعداد از زندانیا متاسفانه در داخل محابس ما به تلفن های هوشمند دسترسی دارن و از این لحاظ از طریق رسانه ها میخواین که به اصطلاح از هانامه را مخشوش بسازن. اما خوشبختانه ما براتون گفتم میتونم که اداره تنظیم امور زندان ها بسیار با مسئولیت در قسمت کنترل ویروس کرونا در محابس افغانستان بسیار با مسئولیت برخورد کرده. آقای بایانی، اما پرسش این است، اگر واقعا به شکل سناریو باشه در اونجا، اون چیزی که شما او را بیان کردین که به شکل هم ساختگی در اونجا باشه، اما به هر شکلش اگر خود شما هم باشین در یک اتاق با حدود 10-20 نفر حاضر هستین که باشین در این چنین یک شرایطه؟ ما میخواستم دقیقا به این موارد بپردازم. شما میفهمین که قبل بری که موضوع کرونا در زندان های افغانستان مطرح شوه، از امو آغاز که این مشکل دامنگیر مردم افغانستان شد، اداره تنظیم امور زندان ها خوشبختانه در بخش های مختلف تدابیر پیشگیرانه خود داشته. مشخصا در موردی که شما اشاره کردین، یکی از برنامه های پیشگیرانه ما به خاطر کاهش تراکم زندانیا بوده و
ایجاد فاصله اجتماعی بین ازیا بوده. شما دقیقا در جریان هستین، از طریق گزارش ها به نشر رسیده که دو فرمان در این مورد، دو فرمان اختصاصی صادر شده و فعلا نافذ است، دولت تطبیق است. یک فرمان اختصاصی مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان است که به خاطر رهایی 10,000 زندانی است، که از او جمله ما برتان آخرین گزارش ها را میتونم بتم که 6320 تن یا بیشتر از او رها شده یا مورد عفو قرار گرفته و یا هم تعجیل تنفیذ حکم شده برشان و بر اساس یک شرایط خاص نو رها شده. و مورد دوم هم فرمان دوم که نافذ است مربوط میشه به فرمانی که دقیقا 5 روز قبل در 8 ثور صادر شد و او فعلا نافذ است. تطبیق فرمان جریان داره بسیار به شدت به گونه شبانه روزی از طرف کمیسیونهایی که موظف شده در مرکز و ولایات، و تا کنون که ما آخرین گزارشات گرفتم بالاتر از 1150 زندانی از مزایای این فرمان مستفید شده. و در چوکات از این دو فرمان مشخص که ما براتون ذکر کردم قرار است که بیشتر از 22,000 زندانی از مواردی که در این فرمان ذکر شده از اون مستفید شوند و یا مورد عفو قرار بگیرن یا مورد تخفیف مجازشان میشه و یا هم به اساس فیصله محاکم ما تعجیل تنفیذ حکم میشه و یا تحقیقشان هم به تعویق میفته. بله، شما پرسش مرا جواب ندادین آقای بایانی. پرسش ما همین بود که شرایط نهایت دشوار است بر همه شهروندان کشور، به ویژه در زندان‌های افغانستان در حال حاضر. اما برنامه دیگر چی است؟ تا زمانی که فرمان عملی میشه، تعداد از اینا رها میشن، حداقل تعداد کسایی که در یک اتاق میباشن کاهش پیدا کنه، که همون نگرانی در مورد شیوه بیشتر این ویروس در زندان‌ها هم کاهش پیدا بکنه. ما برنامه‌های پیشگیرانه دیگه هم داشتیم در قسمت تطبیق تدابیر وقایوی. از حدود 2 ماه قبل پایوازی و ملاقاتی‌های زندانی‌ها استفاده شده، اجازه ایت نیست که کسی داخل زندان شوه و پایوازی وجود داشته باشه. تمام سلول‌ها، تمام محابس افغانستان در سراسر افغانستان دواپاشی شده و این روند به گونه بسیار جدی همروزه ادامه داره و ما بسته‌های بهداشتی را ترتیب دیدیم و به ولایات ارسال شده، به تمام ولایت ارسال شده. همه بسته ها توزیع شده به زندانیا که شامل ماسک است، شامل مایع دستشویی است، سانیتایزر است، هر آن چیزی که میتونه ما را به اصطلاح در کنترل ویروس کرونا کمک بکنه در زندانهای ما، اون مواد و بسته ها توزیع شده برای زندانیا و او به صورت بسیار خوب از او استفاده میکنن. در قسمت تدابیر معالجوی ما هم برنامه بسیار خوبی را روی دست داریم. البته بعضیاش آماده است که عبارت از تایی مراکز قرنطینه است و یا مراکز تجرید است در تمام ولایات ما به شمول کابل. در کابل ما یک مرکزی را که ظرفیت 250 بستر داره فراهم دیدیم و هفته قبل روز چهارشنبه توسط معین ارزی خدمات وزارت محترم صحت عامه و کنجه حضور داشتن با رهبری اداره تنظیم امور زندان ها آمدن از نزدیک او را بررسی کردن. فیلمای از او است، اعلامیش ما دیروز امرای رسانه شریک ساختم و در پولی از او امکانات یعنی توسعه دادن از این مرکز 250 بستر ما تا حد 1,000 داریم امکاناتش کاملا آماده است که در صورت از اینکه موارد زیادتر ما با او مواجه میشیم، کسایی که مشکوک به ویروس کرونا هستند در زندانهای ما آمادگی زر داریم که با اونجا انتقال پیدا کنند و در قرنطین قرار بگیرن تا دیگه سایر زندانی از این آیه با مشکل مواجه نشه. در پولی از او تا امروز یا فردا براتون به اطمینان گفتم میتونم که یک شفاخانه در داخل محبس مرکزی ولایت کابل ما بر ما تسلیم داده میشه که تا یک هفته تعهد وزارت محترم صحت عامه را داریم که تا یک هفته او را تجهیز میکنن و ما از امکانات از او میتونیم با یک بسلا به صورت گسترده تر میتونیم و موثرتر میتونیم ما مریضای مشکوک به ویروس کرونا ما را در اونجا مورد معالجه قرار بدیم. در پولی از او دو مرکز دیگه که یکی ارتباط میگیره به مرکز تعلیمی ما و یکی هم از بلاک هفتم مبس مرکزی ما است که او را ما تخلیه کردیم و امروز قرار است او به گونه رسمی بر ما تسلیم داده شود تا ما امو آمادگی های خود به خاطر تجرید و قرنطینه و یا معالجه زندانی ها در اونجا داشته باشیم. بله آقای بانی، من میخوام در این بخش بپرسم، حتی گزارشات وجود داره که تعداد از
کارمندان خود شما هم مبتلا به ویروس کرونا شدن. بله، گزارش که ما چند روز قبل برای رسانه شریک ساختم، 35 نفر متاسفانه 35 نفر از پرسنل مابس ما در مرکز تستای اولیشان نشان میده که یا مصاب به کووید 19 هستند و سمپلای زیاد از طرف تیم سرویلنس موظف وزارت صحت عامه در زندان ها اونجا مستقر هستند گرفته شده و به خاطر از این که بازم مشابه زندانی ها این تثبیت شود که آیا امی 35 تن همگیشان دقیقا مصاب به ویروس کرونا هستن یا خیر، فرستاده شده به پی سی آر و تستای 100%. اما تا کنون ما نتایج از رو نگرفتیم و امیدوار هستیم که امروز یا فردا بتانیم نتیجه از این از طرف وزارت صحت عامه با ما شریک ساخته شود و از طریق ما برای مردم ما را شریک می سازیم. بله آقای بانین، در مورد همین 22,000 زندانی ما می خواهیم بپرسم که چقدر مدت دیگر در بر میگیره که این زندانیان رها شوند از زندانهای کشور؟ خب میاد مشخص ما براتون داده نمیتونم به خاطر از اینکه ای از جزء صلاحیت‌های اداره محترم لوی سارنوالی و محاکم افغانستان است، اما خوشبختانه دست ما در قسمت فرمان هشتم ثور باستر است، چون رهبری از این کمیسیون ها به نزد خود اداره تنظیم امور زندان ها هستند. کمیسیون ها تشکیل شده، اعضای محترم از این کمیسیون ها از اداره محترم لوی سارنوالی و محاکم افغانستان اونجا حضور دارند. قسم که قبلا هم براتون گفتم اکیداً هدایت داده شده از طرف رهبری اداره تنظیم امور زندان ها به تمام کمیسیون ها که به گونه شبانه روزی اگر امکان داشته باشه کار و فعالیت بکنن تا بتونیم ما تمام دوسیه ها را بررسی بکنیم. شما میفهمین این یک کامل یک مورد تکنیکی است، شاید این رقم را که من براتون گفتم بالاتر از 1150 تن به اساس فرمان 800 از این مزایای مستفید شدن. 1150 دوسیه ظرف 5 روز رسیدگی ازو کردن، بررسی ازو. اگر شما از یک سارنوال تحقیق و یا از یک قاضی صاحب محترم شما پرسان کنین موارد تکنیکی زیرا تشکر آقای بایانی، مشکلات ازو را براتون بسیار به وضاحت میتونه براتون تشریح بده. بله تشکر، سپاس از اینکه وقت تانه در اختیار ما گذاشتین. ممنون، بخیر باشین، زنده باشین.